بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یک دیگر از برنامه های روحانی قرآن عظیم الشان. بینندگان گرامی، در این برنامه هم همچنان به آیاتی از کلام الله مجید انشاءالله اشاره خواهیم کرد و آنها را تلاوت خواهیم نمود و همچنین درسی از تجوید را مثل که در دیگر درسها اشارات به آن داشتیم خواهیم داشت. قرآن عظیم الشان کتابی است که الله متعال سبحانه و تعالی آن را به عنوان کتاب هدایت و کتابی که به عنوان رهنماست برای بشریت فرستاده، و انسانی که این قرآن عظیم الشان را میخواند و به قرآن عمل میکند در دنیا و آخرت خوشبخت میشود. اما انسانی که از قرآن دوری میکند و خودش را از عمل کردن به قرآن عظیم الشان دور می کند و شانه خالی می کند، بدون شک بدبختی دنیا و آخرت به سراغش می آید. اولین قدمی که ما برای نزدیک شدن به قرآن می گذاریم یاد گرفتن قرآن هست. انسان نمی تواند قرآن را عمل کند مگر اینکه باید قرآن را بداند، چون بدون قرآن، بدون دانستن قرآن و بدون تلاوت قرآن، عمل کردن به قرآن عظیم الشان دشوار است. بناهن انسان مسلمان باید با قرآن باشد و قرآن عظیم الشان در زندگی او وجود داشته باشد، و الا اگر اینکه خودش را از قرآن دور کند و قرآن را از زندگی خود دور کند، بدون شک نه در دنیا و نه هم در آخرت خوشبخت می شود. کسانی که تابعیت قرآن را قبول کردند، کسانی که قرآن عظیم الشان را به عنوان کتاب الهی قبول نمودند، کسانی که قرآن عظیم الشان را به عنوان قانون و به عنوان نظام آن را قبول کردند، باید به قرآن عمل بکنند، و الا اگر این که به قرآن عمل نکنند، باعث بدبختی آنها هم در دنیا و هم در آخرت خواهد شد. الله سبحانه و تعالی من و شما را از این حالت نجات دهد و ما را از جمله افرادی بگرداند که قرآن عظیم الشان در زندگی آنها وجود دارد و قرآن را به عنوان کتاب الهی و به عنوان نظام انسانی و نظامی که بشریت آن را به رسمیت میشناسد، ما قرآن را قرار بدهیم و از قوانین و دساتیر و نظام هایی که خلاف قرآن عظیم الشان هست خودمان را دور بکنیم. در زندگی اجتماعی و در زندگی فردی خود قرآن عظیم الشان را به عنوان حرف اول و به عنوان مرجع اول قرار دهیم. بینندگان عزیز و گرامی، این مقدمه کوتاهی بر این موضوع هست که ما اهمیت یاد گرفتن و آموزش قرآن عظیم الشان را بدانیم و متوجه شویم که ما در مقابل چی کتابی قرار داریم و می خواهیم که آن را یاد بگیریم. اهمیت این کتاب بزرگ و این کتابی که کلام الهی است را باید دانست. بینندگان عزیز و گرامی، ما در درس‌های گذشته پیرامون تجوید مسائل را مطرح کردیم. از تعاریف ابتدایی تجوید شروع کردیم، اهمیت تجوید را بیان نمودیم و رسیدیم به مخارج حروف. اولین مخرجی که از مخارج حروف را ما به در واقع بحث و گفتگو گرفتیم که در واقع سه مخرج در آن نهفته هست، مخرج حلق است که ما در هفته گذشته هم به آن مطالب را اشاره کردیم و این مخرج حلق را ما به سه دسته تقسیم کردیم: اخیر حلق و وسط حلق و ابتدا یا اول حلق، که حروفی که از اخیر حلق ادا میشه آنها را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی مطرح کردیم که بار دیگر هم با نشان دادن تصویر انشاءالله برای شما
به صورت بار دیگر تکرار خواهیم کرد و همچنین آنچه که مربوط به درس امروز ما میشه آن را هم همچنین انشاءالله بیان خواهیم نمود. از آقا احمد عزیز میخوام که تصویر را نشان بدن که از روی تصویر انشاءالله با هم دیگر شروع بکنیم. از انتهای حلق آنچه که شما در این تصویر میبینید دو حرف ادا میشود، یکی همزه هست و یکی هم ها هست، که ما در هفته گذشته هم به این موضوع اشاره کردیم که این دو حرف از تارهای صوتی که در حلقوم انسان قرار دارد خارج می شود و ادا می شود، با تفاوت این که وقتی همزه اگر ساکن باشد ما تارهای صوتی را کاملا می بندیم، کاملا تارهای صوتی بند می شه و از وسط آن چیزی خارج نمی شه. با عنوان مثال اگر ما خواسته باشیم ادا بکنیم همزه را که وقت ساکن باشه، مثلا میگین ا ت ت ت، مثلا اینجا ببینید که کاملا وقتی ما همزه را ادا میکنیم تارهای صوتی بند میشه و هیچ نوع چیزی از آن خارج نمیشه. اما اگر متحرک باشه، مثلا حرکت زر یا حرکت زبر یا حرکت زیر یا حرکت پیش داشته باشه، با تفاوت اینه، یعنی ما کاملا تارهای صوتی را نمی بندیم بلکه تارهای صوتی را از هم باز می کنیم، اول بند بعد باز میشه. مثلا وقتی ما خواسته باشیم بخوانیم الله، مثلا ا، وقتی که ا میگیم میبینین اول تارهای صوتی را می بندیم بعد از آن در واقع تارهای صوتی را باز می کنیم. این از همزه هست. اما از ها که هست، با ها با این همزه تفاوتش در اینه که تارهای صوتی وقتی که ماها را ادا می کنیم تارهای صوتی از هم باز میشه و خیلی زیاد باز نمیشه، به یک حدی باز میشه که صدا خارج بشه و در این حالت ما آن را ادا می کنیم. مثلا وقتی میگیم اه اه اه، مثلا اهدنا صراط المستقیم خواسته باشیم بگین، این را تجربه بکنین ببینین تارهای صوتی که در داخل در حلقوم انسان قرار داره باز میشه، از هم اندک باز میشه. بنابراین میگیم اه اه اه، به این شکل ادا میشه. این از انتهای حلق. اما از وسط حلق دو حرف دیگر که عین و حا هست ادا میشه. عین، البته اینها هم درسته که از وسط حلق و از زبان کوچک، زبان کوچکی که در دهان انسان وجود داره و در حلقوم انسان هست، این زبان کوچک فعالیت داره، فعالیتش در عین و در ها در اینجا در واقع فعالیتش واضحه. این زبان کوچک وقتی که ما عین را ادا می کنیم، زبان کوچک به عقب آن را در واقع تمایل می دهیم تا حدی که امکان داره، حد اکثر آن را تمایل به طرف عقب می دهیم، عین ادا میشه. و در هفته گذشته هم مفصل به این موضوع اشاره کردیم. ها با اندک تفاوتی هست که زبان کوچک در عین به حد اعلا رو به طرف عقب، رو به عقب کشیده می شود، اما در ها اندکی به عقب کشیده می شود، زیاد آن را به عقب نمی کشیم. تفاوتش فقط در اینه که در عین حد اعلا زبان کوچک به عقب کشیده می شود و در ها زبان کوچک به حد اقل یا بسیار کم به عقب کشیده می شود. مثلا وقتی ما میگیم که نع 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 بودو، مثلا نستعین نستعین، مثلا از سوره فاتحه وقتی که بگیرین عین به این شکل ادا میشه. و ح مثلا میخوانیم الرح رح 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 من الرحیم رحیم رحیم. این از ابتدای حلق، از وسط حلق. اما از ابتدای حلق غین و خا ادا می شود، دو حرف غین و خا. قسمت اخیر از زبان، این قسمت اخیر از زبان به این قسمت کام، یعنی قسمت اخیری کام، یعنی قسمت فک بالا که هست، قسمت اخیری کام، قسمت گوشتی آن، با آن قسمت
برخورد نمیکنه اما نزدیک میشه. قسمت اخیر زبان نزدیک میشه به قسمت گوشتی که در کام انسان در قسمت اخیری وجود داره، یعنی نزدیک به گلو، نزدیک به حلقوم. یعنی این چون ابتدای حلقومه، ابتدای حلقومه، از اینجا ادا میشه. مثلا ما میخوانیم غین، غین وقتی که میگیم غین کاملا نمیچسبانیم. اگر زبان به این قسمت گوشتی کام بچسبانیم، خب غین ادا نمیشه. بناهن اندکی با هم آن را فاصله میدهیم، اندکی در اینجا فاصله داده میشه وسط این دو. بناهن مثلا ما میخوانیم در قرآن کریم، مثلا در قرآن عظیم الشان وقتی که ما میخوانیم بل بالغیب، غیب غیب، بعضی ها به خصوص در میان فارسی زبان ها این مشکل هست که قافر غین تلفظ میکنن، یا بعضی ها برعکس غین را قاف تلفظ میکنن که اردو اشتباهه. اما حقیقتش اینه که هر دوی اینها، هر کدام قاف و غین، با همدیگر خیلی متفاوته. مثلا وقتی ما خواسته باشیم بگیم بالغیب، مثلا وقتی خواسته باشیم به قاف ادا بکنیم میگیم بالغیب، اما وقتی خواسته باشیم به غین ادا بکنیم میگیم بالغیب غیب. و متاسفانه گفتیم که بعضی ها در این مورد افراط میکنن، بعضی ها تفریط میکنن. قاف را غین تلفظ میکنن، غین را قاف تلفظ میکنن. اردو اشتباهه. حقیقتش اینه که هر کدام را باید از جایش ادا کرد. بنابراین در اینجا توجه داشته باشیم که غین، غین وقتی که ما میگوییم به صورت درست آن را ادا بکنیم. از روی تصویر اینجا توجه داشته باشین، قسمت اخیری زبان به قسمت اخیری کام یا قسمت گوشتی کام در اینجا نزدیک میشه. وقتی نزدیک شد این غین تلفظ میشه، غین غین، ولی به هم نمیچسبه. غین تجربه بکنین شما این را. مثلا میگین اغ اغ اغ، مثلا وقتی خواسته باشیم آن را ساکن بکنین. وقتی خواسته باشیم متحرک باشه، مثلا میخوانین غیب غیب غیب. مثلا اینجا حرف دیگر که هست از ابتدای حلق ادا میشه که این حرف خا هست. خا هم مثل غین، یعنی از همان مخرج ادا میشه. خا خا خا، مثل که شما اگر دیده باشین کسایی که خوابن یا از قسمت، از بعض قسمت‌های سینه یا قسمت‌های گلو مشکل دارن، یک نوع صدای از وقت خواب به خصوص از دهان آنها بیرون میشه، یعنی صدای خیمانندی. یعنی شما اگر توجه بکنین در واقع همان صدای خا، همان صدایی که به شکل در هر جا به آن چیزی میگویند، از همان جا، یعنی از ابتدای حلق خارج میشه، ابتدای حلق و اخیر قسمتی که در دهان انسان هست. خا مثلا ما میخوانیم اخ، مثلا میخوانیم یخ یخ لقونه، یخ یخ یخ، یا مثلا تخ تخ تخ، یا میخوانیم اخ اخ. پس بناهن این حرکت، این حروف غین و خا از ابتدای حلق ادا میشه. باز بار دیگر هم به صورت کوتاه تکرار میکنم، همزه و ها از انتهای حلق ادا میشه، عین و حا از وسط حلق ادا میشه، غین و خا از ابتدای حلق ادا میشه. پس این نکات را انشاءالله که بینندگان عزیز و گرامی، حالا مهم بر این نیست که شما حتما حفظ بکنید که هر کدام از اینها از کجا ادا میشه، هر کس از شما سوال کرد شما بفهمیم. المهم این که شما بدانین که در میان این حروف تفاوته، به خصوص این که همزه که ما ادا میکنیم، هایی که ادا میکنیم و هایی که ادا میکنیم، بعضی از برادران به خصوص در میان فارسی زبانهای ما در میان اینها تفاوت گذاشته نمیشه. هار ادا میکنه فکر میکنی که حالا هار ادا کرده، یا هار ادا میکنه فکر میکنی آ ادا کرده، همزه ادا کرده، یا حتی احیانا میشه که ها این را هم به همان ترتیب ادا میکنن و حتی عین هم احیانا به همان طرف میره. مثلا میگه نستعین، اشتباه نستعین با همدیگر خیلی فرق میکنه. نستعین
نستعین، نستهین، نستحین، هر کدام اینها از خود کلمات متفاوتی فرق میکنه. هر کدام اینها باید از جایش ادا کرد و آنها را درست تلفظ نمود. این بود از درس تجوید امروز ما. یک میان برنامه میبینیم، میان برنامه کوتاه، و بعدا انشاءالله از درس آیات قرآن عظیم و شان در خدمت شما خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان گرامی، امروز درسی که از قرآن عظیم الشان با همدیگر تلاوت خواهیم نمود و آن را تکرار خواهیم کرد، از سوره مبارکه بقره هست، از آیت 177 تا 181 انشاءالله که امروز با همدیگر تلاوت خواهیم کرد. و بینندگان عزیز و گرامی، تقاضایم اینه که درس را با دقت گوش بکنید و آنچه که ما تا به حال از تجوید به آن اشاره کردیم انشاءالله که در درس آن را تطبیق خواهیم داد تا حد امکان. و بینندگان عزیز و گرامی، بار دیگه تکرار میکنم، از آیت 177 سوره مبارکه بقره تا آیت 181، یعنی تا اخیر 181. با هم دیگر از آیت 171 شروع میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر ان انجا نون ساکن هست، بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا هست، بنابراین نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم، یعنی میپوشانیم. ان تولو واو که در اینجا میبینید با لام وصل میشه، ولو تولو ان تولو وجوهکم اینجا ها مواظب باشید از انتهای حلقه دا میشه، هکم وجوهکم هکم قبلل. بعضی ها این را قبل المشرق میخوانند یا قبل المشرق میخوانند، با را ساکن میکنند، به خاطر که ما در قرآن کریم کلمه قبل دارن، فکر میکنند این هم مثل اونه. در واقع این با در اینجا متحرکه، قبل ق
قیب للمشرق قیب للمشرق قیب لل لام با لام میم با شین وصل، اینها با هم خوانده میشه، وصل میشه. قیب للمشرق قیب للمشرق ول واو با لام وصل میشه، میم با غین وصل میشه. ول مغ 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 غین از اول حلق، از ابتدای حلقه دا میشه. والمغربی والمغربی ولكن 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 نخوانین، ولكن چون که کاف با نون وصل میشه. کن ولكن باز دوباره نون با لام وصل میشه. نل نل ولكن نل ولكن البر بر اینجا با بارا وصل میشه، با بارا و را یک بار دیگه جدا خوانده میشه. ولكن البر من اینجا نون ساکنه، بعدش حمزه آمده و حمزه از حروف اظهاره، بناهن نون ساکنه در اینجا اظهار میکنیم. من آمن بالله والیوم والیوم یو یوم والیوم المل میم با لام در اینجا وصل میشه. والیوم الاخری آخری آخری خا از اول حلقه دا میشه. واليوم الآخر وال واو با لام وصل میشه. والملا ملا مد متصل هست، چهار حرکت الا پنج حرکت آن را طولانی میکنیم. والملائکتی اکتی اکتی این همزه هست از اخیر حلق و از انتهای حلق ادا میشه. والملائکتی وال واو با لام وصل میشه. والکتابی کتابی والکتابی ون واو با نون، واوی که در اینجا میبینید با نون وصل میشه. ون نبی نبی با یا وصل میشه. والنبیین 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 و آتل و آ و آتل تل تل تا با لام وصل میشه. تل مال و آتل مال على حبه حبه حبابا وصل میشه. حبه ذویل ذویل واو با لام وصل میشه، قاف با را خوانده میشه. ذویل قربا قر قربا ذویل قربا والیتام وال واو با لام وصل میشه. والیتام والیتام والمساء وال وال واو با لام والمساكين والمساكين واو با با وب 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 و با در اینجا ساکنه، قلقله میشه، قلقله میشه، یعنی چی؟ یعنی حرکت میدین آن را. وب 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 نس 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 نونی که در اینجا میبینید با سین وصل میشه. وب نسبیلی وابن السبيل توجه داشته باشین در اینجا با یک تکان میخوره، یک تکان میخوره، قلقله میشه. وابن السبيل وابن السبيل وس وس واو با سین وصل میشه. وس سائلین ایلین وس اینجا مد متصل هست،
ایلین، این هم چنانچه میبینید همزه هست، از انتهای حلقه قطع میشه. و سائلین و فر و فر فا با ر، فا در اینجا با رای که میبینید وصل میشه. و فر رقاب و فر رقاب و فر رقاب، اینجا هم و اقا و اقامس مس میم در اینجا با صاد وصل میشه. و اقامس مس صلات و اقام الصلاة و ا و ا و ا تز 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 تا با زا در اینجا با هم یک جا خوانده میشه و وصل میشه. و ا تز 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 زکات والموفون وال واو با لام وصل میشه. وال والموف والموفون 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 بعه 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 بعه. اینجا رو توجه داشته باشید، عین از وسط حلقه دا میشه، ها از اخیر حلقه دا میشه. این دوتا رو باید درست تلفظ بکنید. خیلی از افرادی که قرآن عظیم الشان را تلاوت میکنن در اینجا متاسفانه که اگر تمرین نکنن و تمرین نداشته باشن به خطا می روان. یعنی نمیشه که، یعنی اگر شخصی تمرین نکرده باشه فکر میکنه که این دوتا با همدیگر تلفظش مشکله، چون یکی گفتیم عین از وسط حلقه دا میشه، ها از انتهای حلقه دا میشه، یعنی نیاز به تمرین داره که تمرین کرد. مثلا خواند بعه 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 دهیم بعهدهم، آسانه، فقط نیاز به تمرین داره، تمرین باید کرد. بعه عه عه بعهدهم اذا عاهدوا، اینجا هم مثل اینه اما اینجا آسان تر از این. عاهدوا عاهدوا عاهدوا، سلی هم به معنی این که اگر اینجا وصل بکنین بهتره، اینجا یعنی وقف نکنین. وص 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 واو با صاد وصل میشه. وص والصابرین والصابرین رین والصابرین في الباء في الباء في الباء باء 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 سائی با سائی با با، اینجا همزه هست، مواظب باشید، همزه هست و گفتین که همزه از انتهای حلق ادا میشه و به خصوص اینجا که ساکنه، وقتی که همزه گفتیم ساکن باشه کاملا تارهای صوتی بند میشه، هیچ صدای خارج نمیشه. فیل با 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 سائی فی البأساء، اینجا هم مد متصله. وض 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 واو با ضاد در اینجا وصل میشه، ضاد با را وصل میشه. وض را وض را، اینجا مد متصل هم صورت میگیره. وحی 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 حی حی، ها هم چنانچه میدانید از وسط حلق ادا میشه. و حین البأس ب بأس، قلی هم به معنای این که اینجا وقف کنید بهتره. اولائیک اولا مد متصل هست، 4 الی 5 حرف یا حرکت آن را طولانی میکنیم. اولائیک کل كالذين أولئك الذين صدقوا 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 صدقوا، اینجا هم سلی به معنای این که وصل کنید بهتره. و أولئك هم المتقون، مل مل، اینجا میم با لام وصل میشه.
و میم با تا در اینجا وصل میشه. هو مل 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 مت متقون، هو مل متقون. این از آیه 177 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیه 178. یا اینجا مد متصل هست اولا، ای اینجا همزه با یا وصل میشه، ایو هل ها با لام وصل میشه. یا ایوها الذین، یا ایوها الذین آمنوا آمنوا آمنوا. اینجا همزه هست، مواظب باشید از انتهای حلق. کتب علیکم علیکم. اینجا میم را میبینید پیش داره و این میم با لام وصل میشه. علیکم مل 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 علیکم القصاص قصاص قصاص فی القتل فی القتل فی القتل. اینجا می شود که اگر اینجا وصل، اگر استاد بشین فی القتل، اگر وصل بکنین فی القتل الحر فی القتل الحر حر حر بالحر. اینجا بابا لام در اینجا وصل میشه، بالحر حر وال واو با لام وصل میشه، عین بابا یک جا خوانده میشه وصل میشه و عین هم از چنانچه شما میدانید از وسط حلق ادا میشه. وال عب عب، البته یک نکته دیگه هم هست که اینجا در با ساکن قلقله میشه. وال عبد وال عبد وال عبد بالعبد بالعبد. اینجا هم با با لام وصل میشه، عین با با، با در اینجا قلقله میشه. بالعبد وال وال واو با لام وصل میشه. اون اون اینجا نون ساکنه، اینجا نون ساکنه، بعد از نون ساکنه ثا آمده، ثا و ثا از حروف اخفا هست. وال اونثا اونثا اونثا. بل بابا لام وصل میشه، بل اونثا. اینجا هم نون ساکن اخفا میشه. اونثا، اینجا جیم علامت وقف جائزه، اینجا وقف کنید، یعنی میگه اگر وقف کردید جائزه. فمن فمن نون ساکن بعدش هم عین آمده، عین از حروف اظهار هست، اظهار میشه، نون ساکن اظهار میشه. فمن 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 عفیه. اینجا عین از وسط حلق ادا میشه. لهو لهو فمن عفیه لهو لهو. من نون ساکن بعدش همزه آمده و همزه از حروف اظهاره، اینجا نون ساکن اظهار میشه. من اخیه اخیه اخیه. من اخیه شی شیئون شی شی شیئون. اینجا میبینید تنوین هست، این همزه در اینجا تنوین داره و بعد از تنوین فا آمده، فا از حروف اخفا هست، بنابراین ما اینجا تنوین را اخفا میکنیم. شیئون فت 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 فا با تا فت تبا فت تبا فت تباعون فت تباعون فت تباعون. عین در اینجا میبینید تنوین داره، منونه و بعد از این تنوین با آمده، با از با در واقع حرف حرف اقلاب هست، بنابراین ما این تنوین را به میم تبدیل میکنیم، اقلاب یعنی تبدیل کردن. فتباعون عم عم بل 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 با با لام میم با عین بل مع مع مع. عین درست درست تلفظ بشه از وسط حلق. معروف بالمعروف و ادا و ا ادا
ادا ادا. اینجا هم مد متصله و این همزه هم چنانچه می دانید از انتهای حلق ادا میشه. و ادا اون و ادا اون. اینجا این همزه ای که می بینید تنوین داره، منونه. بعد از این تنوین می بینید که در اینجا در واقع همزه آمده و این همزه بعد از این تنوین همزه آمده. بناهن همزه ما اینجا و ادا اونر تنوینی که داره اظهار می کنیم. و ادا اون ایلیه ایلیه به احسان به اح به احسان به اح اح اح. این ها چنانچه که شما می دانید ها از وسط حلق ادا میشه. اح 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 به احسان به احسان. ذا ایقلی هم به معنی این که اگر وقف کنید در اینجا بهتره، یعنی بخوانین و ادا اون الیه به احسان. ذالک ذالک تخ 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 تخ. این خا از ابتدای حلق ادا میشه، یعنی از اول حلق. تخ تخفیفون تخفیفون تخفیفون. ذالک تخفیفون. اینجا میبینید که فا منونه، تنوین داره. بعد از تنوین میم آمده. میم از حروف یرمولونه، یعنی از حروف ادغامه. بناهن ما این فا را ادغام میکنیم با میم. میخوانیم تخفیفم فم فم. مر مر. اینجا هم همچنین بعد از نون ساکن را آمده. را از حروف یرمولون، از حروف ادغام. بناهن ما میم را با را مثل که یک جا بخوانیم، گویا که نونی در اینجا اصلا وجود نداره. میخوانین مر 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 رب رب رب. اینجا را با با وصل میشه. رب بیکم تخفیف من ربکم. و رح و رح 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 رح. اینجا ها از وسط حلق ادا میشه. و رحمتون و رحمتون. اینجا قلیب معنی که اگه وقف کنین بهتره. و بعد از تنوین چنانچه میبینید فا آماده. فا از حروف اخفاه، اینجا اخفا میکنیم. و رحمتون و رحمتون. فمنع فمنع نع نع نع. اینجا عین از وسط حلق ادا میشه. فمنع تدا فمنع تدا. بعد بع بع بع. عین در واقع از وسط حلق ادا میشه. بعد ذلك فله عذاب. اینجا با منونه، تنوین داره. بعد از تنوین همزه آمده و از حروف اظهاره. اینجا تنوین را ما اظهار میکنیم، ظاهر و آشکار میکنیم. عذاب علیم عذاب علیم. میرویم به سراغ آیه 179 سوره مبارکه بقره. ولکم فی القصاص فی القصاص. فی فا با لام وصل میشه. قصاص حیاتون حیاتون حیاتون. بعد از تنوین، اینجا تنوینه که میبینید بعدش یا آمده و یا از حروف یرمولونه، از حروف ادغامه. بناهن ما در اینجا ادغام میکنیم. حیاتوی توی توی توی. یا اولی اولی اولی. حیاتوی یا. اینجا مد متصله. یا او لام با لام در اینجا وصل میشه. اولی الالباب اولی الالباب. ال ال همزه با لام. الباب. یا اولی الالباب لعلکم لعل لعل عل. اینجا عین با لام وصل میشه و عین از وسط حلق ادا میشه. لعلکم لعلکم تتقون تت تت تت. اینجا تا با تا تت
تقول. این هم از آیه 179 میرویم به سراغ آیه 180 آیه 180 سوره مبارکه بقره. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. ميم باللام در اینجا وصل میشه، ميم دیگر با واو خوانده میشه. أحدكم الموت اینجا نون ساکنه، بعدش تا آمده، اینجا اخفا میشه نون ساکن. این تراک خیرا. اگر ما اینجا خواسته باشیم این را استاد بکنیم، این تراک خیرا ال، باز اگه خواسته باشیم که ما اینجا وقف کنیم بعدش را بخوانیم الوصیت، اما به این شکلی خوانده میشه خیر نیل وصیت، بعد از تنوین الف لام آمده، خیر نیل وصیت وصی صاد با یا وصل میشه، خیر نیل وصیت للوالدين والأقف در اینجا قلقله میشه چون از حروف قلقله هست. أقربين والأقربين. بابا لام در اینجا وصل میشه، میم در اینجا با عین وصل میشه. بالمعروف سلیب من این که اینجا وصل کنید بهتره، استاد نشوید یعنی وقف نکنید. حقا. اما در اینجا میبینید قاف منونه و بعد از این تنوین هم عین آمده، عین از حروف اظهاره، بناهن ما اینجا تنوین را اظهار میکنیم. حقا علل لام با لام وصل میشه، میم هم با تا. علی المتقین این از آیه 180 سوره مبارکه بقره. میرویم به سراغ آیه 181. فمن اینجا نون را میبینید ساکنه، بعد از نون ساکن با آمده و با حرف اقلابه، و بناهن ما مجبور میشویم که این نون ساکن را به میم تبدیل بکنیم، یعنی آن را اقلاب بکنیم، تبدیل بکنیم به میم و بخوانیم فمم. نمیخوانیم من، میخوانیم مم بدله بد. فمم بد 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 بابا دال وصل میشه، بدله بع عین از وسط حلقه دو میشه. بعد ما سمعه ها از انتهای حلق، عین از وسط حلق. ما سمعه فإن اولا امزه از انتهای حلق دو میشه، از اخیر حلق، بعدش این همزه با این نون وصل میشه، بعدش این نون قنه میشه. فإنما اینجا هم وقتی وصل بکنیم فإنما مده منفصل هست، به اندازه سه حرکت آن را طولانی میکنیم. فإنما اینجا همزه اولا مواظب باشید که از انتهای حلقه دا میشه،
اثمهو 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 فإنما اثمه على الذين يبد بابا دال وصل مشي يبدلونه إن جيم هم كمي بيني در انجا علامة وقف جائزة إن الله إن الله سميع سميع عن إنجا عين أز وسط حلق عليم أز وسط حلق باز هم عين أز وسط حلق عليم إن هم أز آي 181 سورة مباركة بقرة. این بود از درس امروز که به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی از آیه 177 سوره مبارکه بقره تا آیه 181 سوره بقره به خدمت شما تلاوت شد. حالا با هم دیگر این آیات را میشنویم و بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم برز سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا ما را تحمل کردید و برنامه ما را دنبال میکنید. بینندگان عزیز و گرامی از این به بعد نوبت شماست که تلاوت بکنید و ما انشاءالله بشنویم. خب شماره را زیر نویس کردن الحمدلله حالا میتونن بینندگان عزیز و گرامی با این شماره در تماس شده و تلاوت آیاتی را که ما تلاوت کردیم از آیه 177 سوره مبارکه بقره تا آیت 181 سوره مبارکه بقره تلاوت بکنن و انشاءالله که ما خواهیم شنید. و باز یک بار دیگر هم از بینندگان عزیز و گرامی خواهش میکنم، خواهشم در اینه که کوشش بکنید همین آیات را تلاوت بکنید، حتی اگر اینکه شما این آیات را یاد دارید و به هر حال هیچ مشکلی هم برای شما نیست، مشکلی هم در این آیات ندارید، این آیات را تلاوت کنید تا دیگر بینندگان عزیز و گرامی هم از شما آموزش بگیرن و یاد بگیرن. جزاکم الله خیر. اولین بیننده را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. من ابراهیم هستم از کشور. بله ابراهیم جان ماشاءالله، میخوایی تلاوت بکنی؟ درسی این روزه را من شما تلاوت کنم. بسیار خوب، بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفونة بعهدهم إذا عهد والصابرين في البأس في البأساء والبأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از ابراهیم جان. تشکر از ابراهیم جان. اگر کدام حرف دیگری داشته باشی ابراهیم جان میشنویم. تشکر از برنامه خوبت. تشکر از شما، سلامت باشین. ابراهیم جان فقط چند نکته را متوجه باش. یکی و اذا عاهدو عاهدو و همچنین فی البأساء و الضراء این دوم و سوم اولئک هم المتقون متقون. جزاک الله خیر. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. الو سلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون. من عایشه مجیدی هستم. ببخشید دوباره مزاحمتون شدم. بله بفرمایید خواهر گرامی، بفرمایید. میخواین تلاوت بکنین انشاءالله؟ بله میخوام سوره طوقه صفحه 23 رو تلاوت کنم. سوره توبه آیه 23؟ نه نه صفحه 23. بسیار خوب بفرمای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المهاجرین من الانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فوز العظيم مما لهم لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة ما مادوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا أعمالا صالحا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذوا من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. جزاكم الله خير. خواهر گرامی جزاكم الله خير. تشکر از شما، سلامت باشین. تشکر از شما. ما شاء الله ما شاء الله. خود توش چیز داشتم لغت غلط داشتم چون خود دلم یه لحظه یه جوری هم. نه خیر باشه، ان مشکل نیست. جزاكم الله خیر. تشکر از شما. خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. سلامت باشین. تشکر از شما. خواهر گرامی در تلاوت شما، به هر حال تلاوت شما ماشاءالله خوب بود، اما بعضی اشکالاتی وجود داشت که به هر حال انشاءالله که اصلاح بشه. حتی در همون آیه اول هم دو سه تا اشتباهی، دو سه تا یعنی اشکالاتی وجود داشت.
ماشاءالله خوب بود بالای هم رفته، ولی کوشش بکنن بینندگان عزیز وقت تماس میگیرین، اینجا همه ما از خودیم، هیچ کس هم بیگانه در وسط نیست، و هر صورت کسایی هم که میشنون همه برادران مسلمان شما و خواهران مسلمان شما هستن. این نوع استرس در شما پیدا نشه، استرس پیدا نکنید، خیلی راحت تماس بگیرید، انشاءالله که اشکالی نیست. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم، مریم از افغانستان تماس میگیرم. بله بفرمایید خواهر گرامی، میخواین درس رو تلاوت بکنین؟ بله، از کجا میگید تلاوت کنم؟ بسیار خوب، از آیه 178 شروع بکنین تا اخیر، از یا ایها الذین آمنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ميخا خواهر من تلاوات كنا. بسيار خوب بدن كتلاوات بكنا. استاد اگر در جای اشتباه کرده باشم برای ما بگوی تا من تکرار کنم یاد بگیرم. انشاءالله. بفرمایید بیننده عزیز. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. فاطمه هستم از افغانستان. بله بفرمایید خواهر گرامی، شما میخواین درس تلاوت بکنین یا کد؟ الرحمن الرحیم. چی گفتی استاد؟ گفتم که میخواین درس صلوات بکنین؟ بله بفرمایید میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة فآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون صدق الله العظيم. جزاكم الله خير، تشكر شما خواهر گرامی، تشكر استاد گرامی شما، سلامت باشین، تشكر از شما، جزاكم الله خير. خب خواهر گرامی سرکار خانم مریم، حیاتوی یا اولی الالباب، حیاتوی اینجا را متوجه باشین. یکی دیگه هم فی القتلا وقتی استاد میکنین بگین کتب علیکم القصاص فی القتلا. اما خواهر گرامی خانم سرکار خانم فاطمه،
اینجا را توجه داشته باشین، قبل المشرق، قبل المشرق. من وقت درس هم که درس هم میخواندیم یعنی تکرار میکردم آیات را، به نکته اشاره کردم که با در اینجا فتحه داره، مواظب باشید، با ساکن نیست، قبل المشرق نخوانید، قبل المشرق. بسیار خوب، تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من ابوبکر از تاجیکستان. ماشاءالله. سوره حمد را خوانم. ماشاءالله، سوره حمد میخوای بخوانی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین آفرین، ماشاءالله ماشاءالله، خیلی زیبا بود. چند سال هستی؟ 7 ساله. ماشاءالله ماشاءالله، الله متعال به عمرتو برکت بده. بسیار خوب بسیار خوب، تو هم برای ما دعا بکن. میشه یک بار دیگه هم نام خور بگی؟ نام تو متوجه نشدم. ابوبکر، درسته؟ ماشاءالله ماشاءالله، تشکر ابوبکر جان، تشکر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ماشاءالله، یعنی واقعا سوره فاتحه چنان زیبا تلاوت کرد که چیزی به فکرم رسید که آن را بگم. خوبه که برای بعضی از این امامدارها و آخوندهای رافضی اگر وقت میداشت ابوبکر جان یک ساعت میگذاشت برای تدریس اینها، خیلی خوب میشد. یعنی واقعا آدم تعجب میکنه، الله سبحانه و تعالی برای بعضی از آدم ها چیزهایی میده و برای بعضی ها که چقدر ماشاءالله یعنی بلند و بالا فکر میکنن، سنشان چی اندازه است، سالها هم میگن که ما با قرآن هیم اما قرآن خواندن رو یاد نداریم. الله متعال سبحانه و تعالی آنها رو هدایت بکنه و برادر ما کوچک کوچولور ابوبکر جان رو الله متعال به عمرش اضافه بکنه، الله متعال عمر با برکت برای بده و برای پدر و مادر روشنی چشم اور قرار بده و برای تمام امت اسلامی. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم و رحمت الله. خوب ان شاء الله. تشکر، سلامت باشین عبدالله جان، شما خوبین؟ شما خودی که زنده ما شاء الله ما شاء الله، خدا برکت بده، خدا برکت. سلامت باشین، تشکر. واقعا واقعا خیلی زیبایه ماشاءالله. این از افتخار ما است دیگه، خدا به تو مرکز بده، افتخار داریم برای مرکز بده و آرام بخوره. سلامت باشین، تشکر از شما. الله اکبر الله اکبر، ای کاش اینجا می بودن و صحبت می کردن. رفتیم جایی میاد این شب، حتما میخواد با تو صحبت کنه این شب، پاقای اصلی رو که همان جایی رفتیم تو بگی بچه که من خوده ما این شب. انشاءالله انشاءالله، الله متعال شما و ایشان و تمام موحدین حفظ بکنه. سلامت باشین، تشکر از شما، جزاکم الله خیر. شما هم همچنین از دعای خیر خود ما رو فراموش نکنین، تشکر، جزاکم الله خیر. سلامت باشین، شما هم همچنین افتخارین برای ما، تشکر از شما، جزاکم الله خیر. سلامت باشین، تشکر از شما، الله اکبر، الحمدلله. خب تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما خواهر گرامی، بفرمایید. حال شما خوب است فاطمه؟ تشکر از شما، سلامت باشین، جزاکم الله خیر، الحمدلله. من هستم از افغانستان. بسیار خوب خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ بله. اگر از آیه 178 شروع بکنین بسیار خوب میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. فقط یک نکته را توجه داشته باشین، وسائلین، اینجا شما وسائلین خواندین، وسائلین دیگه. ماشاءالله تلاوت شما خیلی زیبا بود، جزاکم الله خیر. سلامت باشین. سلام با استاد انصاری و استاد سلیمانی و استاد مجیب رحمان انصاری و بقیه عزیزان و صالح برسانید. انشاءالله. صدای شما رو شاید بشنون، اگر نشنون حتما انشاءالله سلام شما رو میرسانید. جزاکم الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. صدای تلویزیون رو ببندین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من محمدم. محمد از کجا؟ از تاجیکستان. محمد جان میخوای تلاوت بکنی؟ ها. بسیار خوب. سوره اخلاص. بسیار خوب، میشنویم، بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه محمد جان تماس تو قطع شد، اگر بار دیگه تماس بگیری انشاءالله که رخ بشه سوره اخلاص را از زبان تو بشنویم. ماشاءالله، الله متعال حفظ بکنه. تماس بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. علیکم السلام رحمت الله. خسته نباشید. تشکر، سلامت باشین، جزاکم الله خیر. استاد میخواستم سوره ملک رو بخونم. بسیار خوب، سوره ملک میشنویم، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. تشكر على شما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيننده بعدي رو مشنوين. بله سلام عليكم بيننده گرامي، بفرمائين. بيننده عزيز بفرمائين. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین برادر گرامی؟ شکر الحمد. برنامه وصال حق. بله، برنامه روحانی قرآن کریم از شبکه وصال حق، بفرمایید. نمیتونه میخونه؟ بله چرا نمیتونین، از کجا میخواین بخونین؟ درس امروزه؟
بله. بسیار خوب. اگر قرآن کریم پیش خودتان دارید از آیه 178 شروع کنید، از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليس البر أن وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر آمن بالله ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جزاكم الله خير. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. جزاكم الله خير. تشكر از شما برادر گرامی. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. جزاكم الله خير. تشكر از شما برادر گرامی. خب تماس برادر عزیز ما قطع شد، تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم. السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلامت باشین. تشکر از شما. بسیار خوب. بفرمایید. بفرمایید برادر گرامی. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. خوبی؟ میخوام سوره فاتحه رو بخونم. ماشاءالله ماشاءالله. تلاوت کن میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، آفرین. میشه بگی نام تو چیه؟ محمد. محمد، ما شاء الله محمد جان، آفرین آفرین. کدام گفتنی دیگری داری؟ کدام حرف دیگری داری؟ کدام چیز دیگه میخوای بگی؟ نه. بسیار خوب بسیار خوب، ما شاء الله محمد جان، آفرین آفرین، بسیار خوب بود تلاوت تو، ما شاء الله. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز، بله بفرمایید، میشنویم. میخواین تلاوت بکنین؟ میخوام سوره والعصر. بسیار خوب بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله ما شاء الله، آفرین، جزاكم الله خير. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بیننده عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. مستم که من تلاوت برنامه شما. بسیار خوب، از آیت 100 آیت 177 رو بفرمایید تلاوت بکنید. لیس البر ان تولوا وجوهکم. بله بله، لیس البر ان تولوا وجوهکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. تماس بیننده گرامی ما قطع شد. برادر گرامی تماس شما قطع شد. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم، قطع نباشید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، بفرمایید. عایشه هستم از دیوان. بله بفرمایید خواهر گرامی. خانم عایشه بفرمایید. از کجا بخونم؟ از آیه 177 تلاوت کنین. لیس البر ان تولوا وجوهکم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والصبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في بعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جزاكم الله خير.
تشکر از شما خواهر گرامی. درستی میتونم با اتاق فرما صحبت کنم؟ بله با اتاق فرما. بله بعد از برنامه تماس بگیرین خواهر گرامی انشاءالله. چشم. همین که برنامه تماسی زنگ بزنم بیشتر برمی دارم؟ بله انشاءالله. بله تشکر از شما خواهر گرامی، جزاکم الله خیر. فقط چند نکته را خواهر گرامی توجه داشته باشین. اولا والضرائی و همچنین اولئک الذین صدقوا نگید صدقوا، جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. ما اسمی محیدین از تاجیکستان زنگ میزنیم. بله برادر گرامی، محیدین از تاجیکستان، بفرمایید. ما میخواستیم سفر را بخونیم. بسیار خوب، بفرمایید، میشنویم. صورت برمو تصویرش نمیده، تصویرش تصویر نشان میدن. از آیت 178 شما شروع بکنین. از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص شما اعوذ بالله شروع بکنین، انشاءالله که برای شما تصویر نشان داده خواهد شد. از اینجا بخونیم؟ بله بفرمایید. اول تصویر برمون بیا. بله تصویر مانده، بفرمایید. اول چشمان آمد از یک قضا سب بکنیم. شما اعوذ بالله. بله بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بس كي بخونم. بله بفرمائن دو آية ديكا تلاوت كنن دو آية ديكا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. تشكر از شما برادر گرامی، تشكر از شما. ما شاء الله خوندنی ما خوب است. ما شاء الله ما شاء الله خوب بود، خوب بود. تشكر از شما، جزاكم الله خير. سلام علیکم و رحمت الله. خوب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ جان جوره شما خوب هستی؟ تشکر، سلامت باشین برادر گرامی، بفرمایید. زنده باشی. ما یک سوال داشتیم از شما، اگر مهربانی کنید جواب بدید. پیرامون درس ما باشه، بفرمایید. زنده باشی. ما درباره این کتاب خیرات در ماه محرم، یعنی ثواب از این با دیاب ثواب از این زیادتر. تشکر از شما بیننده گرامی، جزاکم الله خیر. این سوال شما به برنامه ما مربوط نمیشه، به برنامه فتوا پرسش و پاسخ تماس بگیرین و سوال خود را مطرح بکنین. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی صدای تلویزیون را ببندین. الو. بیننده گرامی صدای تلویزیون را ببندین که صدا ما را از طریق تلفن داشته باشین. بله بله صورت بسته مدام. بله بفرمایی. میخوای سوره انسان رو تلاوت کنم. سوره؟ سوره انسان. بله بفرمایی.
الو برادر گرامی، صدای تلویزیون رو ببندین چون با تاخیر برای شما میرسه، پس دوباره تکرار میشه همه صداها. بفرمایید، تلاوت کنین، میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بفرمایید. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا عديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. تشكر، جزاكم الله خير. تشكر بيننده گرامی، جزاكم الله خير. تشكر از شما، تشكر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بعد سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم استاد عبدالرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. و برادر گرامی بفرمایید. استاد عبدالرحمن فاطر اینجا سرم. تشکر از شما، جزاکم الله خیر، الحمدلله. کدام آیه رو میخواین تلاوت کنین؟ سوره اما آخر سوره. بله بسیار خوب، سوره نبع بفرمایید، میشنویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یقوم الروح الملائکة صفا لا تکلمون لا تکلم الا من اذن له قال سوعدا ذلك اليوم فمن شاء يا ربه من شاء إنا عذاب قد يوم ينظر ربنا ويكون كافر. جزاكم الله خیر، جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی، ماشاءالله خوب بود تلاوت شما، ماشاءالله. اشتباه کردم؟ نه اشتباه نبود، ماشاءالله خوب بود تلاوت شما، جزاكم الله خیر، ماشاءالله. سلامت باشین، تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید بیننده گرامی. ببخشید میخواستم سوره قدر رو فصل بخونم. بسیار خوب، سوره قدر میشنویم، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب بهم من كل أمر. سلام هي حتى مثل الفجر. جزاك الله خير، تشكر. تشكر، جزاك الله خير، ما شاء الله خوب بود، تشكر از شما. خدا الان بخواد داداشم بخونه. بسیار خوب، باشه بخونه. تشکر از شما، ماشاءالله تلاوت شما خوب بود، انشاءالله که از برادر شما هم
از داداش شما همینجوری اینجوری باشه و متاسفانه که تماس شما تمام قطع شد، میشه که دوباره انشاءالله تماس بگیرید. خب بیننده بعدی را میشنویم. برای سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر گرامی، بفرمایید. سلامت هستی؟ تشکر از شما. الحمدلله الحمدلله سلامت باشید. ما اهل قرآن هستیم، تلاوت قرآن داریم، هر صبح بشتم سوره مبارکی نور تلاوت کنم. سوره مبارکی نور. بسیار خوب، سوره نور بفرمایید. از اول میخواین تلاوت کنید؟ از اول یا تو هم یه ورق صدا؟ بسیار خوب، بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. جزاكم الله خير، تشكر شما برادر گرامی، جزاکم الله خیر. تشکر. نه ماشاءالله خیلی خوب بود. تشکر از شما. تشکر ماشاءالله. سلامت باشید. سلامت باشید. ان شاء الله که امیر قم ادامه بدین و بیشتر گوش بکنین، تلاوت بیشتر تلاوت کنین، بهتر تر میشه. تشکر از شما. تشکر شما هم همچنین. سلامت باشین. البته. سلامت باشین. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زهرا مقاید هستم از کابل. بله بفرمایید خواهر گرامی، بفرمایید. اول میتونم اول دو تا سوال بپرسم؟ بله پیرامون موضوع برنامه باشه. بله مشکلی نیست، بفرمایید. بله هفته قبل در آیه 171 سوره بقره شما گفتید وانیده آ درسته امزر به الف در وقت تبدیل کردم. بله بله. بعدم بعد کجا بدونم وقتی که آیه تمام میشه بعد از آیه میاد الذین بخوانم، مثلا در آیه دوی سوره بقره الذین بخوانم یا الذین، از کجا باید بدانم؟ لطفا میرم برایم بگه. بسیار خوب انشاءالله. خب حالا آیه کدوم آیه رو بخوانم؟ اگر شما از آیت اول شروع بکنین، از آیه اول، یعنی از آیه اول درس امروز ما، از آیه 177 بسیار خوب میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. ما شاء الله. نه ما شاء الله. یک دلیل گرفتم هر جایی نفسم نگرفت وقت میکردم تو رفتی. ما شاء الله تلاوت شما خیلی زیبا بود و همچنین لحجه شما بسیار خوب بود. ما شاء الله. الله متعال به شما جزای خیر بده. تلاوت شما برکت بده. شما بیشتر کمک کنید تا بتونم به ایزا بهتر از این بشم. انشاءالله. الله متعال شما و همه مسلمان ها رو موفق بکنه. جزاکم الله. تشکر. سلامت باشه. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. من همین جا که چه برنامه شما بود من بله؟ نکردم یک گرفتم اینا. سلام علیکم. خوب هستید؟ تشکر. سلامت باشین. جزاکم الله خیر. میخواین تلاوت بکنین؟ نه سالم باشین. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو. بله بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. من فکر از تاجیکستان. ماشاءالله. ابو بکر جان. نه بخونم. میخوای تلاوت بکنی؟ نه نه. سوره ناس. نه. بسیار خوب. میشنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ماشاءالله ماشاءالله ابو بکر جان آفرین آفرین. واستغفره یک بار بگو. واستغفره. واستغفره. آفرین ماشاءالله ماشاءالله ابو بکر جان. الله متعال تو را حفظ بکنه. جزاک الله خیر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خب بیننده بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. من از هستم از تاجیکستان. هنگی سرای کلاهبرداریمان تو خانه. خیلی خوب خیلی خوب. تلاوت کن میشنویم. اعوذ بالله شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله الناس فلک الناس تماس قطع شد متاسفانه. ما شاء الله بسیار زیبا بود واقعا. سوره ناس را بسیار با زبان کودکانه میخوانه و الله واقعا زیبای خوشحال کننده است. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. الو. بیننده گرامی بفرمایید میشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام. صدای تلویزیون رو ببندین بیننده گرامی. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. الو. سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام.
بفرمایید میشنوید. بلجان هستم از ایران. ماشاءالله ماشاءالله. دوباره نام خور بگین. اسمت الله هستم. اسمت الله جان از هرات، درسته؟ بله. بسیار خوب. میخوایی تلاوت بکنی اسمت الله جان؟ بله. کجا رو میخوایی تلاوت کنی؟ نگاه الف لام میم. بسیار خوب. یعنی اول سوره بقره شروع کن. بسم الله. اسمت الله جان، اسمت الله جان میشنویم، شروع کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم. متاسفانه تماس اسمت الله جان قطع شد، اما من میخواستم که از خانواده اسمت الله جان خواهش بکنم و این که ماشاءالله واقعا صدای بسیار زیبا بود، ماشاءالله لهجه بسیار زیبایی بود و تون صدا و ماشاءالله شکل تلاوت خیلی زیبا بود. حتما از طرف ما برای اسمت الله جان حتما جایزه بدید. البته باز نشه مثل که قبلا به یکی از برادرها گفتیم و جایزه برحال نداده بودی، کارو نکنین. وقتی چیزی ما جایزه انتخاب میکنین، یعنی که شما حالا بدین دیگه، ما برحال از شما دورین، شما این وظیفه را انجام بدین. جزاکم الله خیر. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، تشکر از شما. ارسیه از خواب. بله برادر گرامی بفرمایید، میخواین که تلاوت بکنین؟ بیننده عزیز صدا شما رو دارین، بفرمایید. سلام. علیکم السلام. میشه معرفی بکنین؟ ایسی هستم. بله بسیار خوب، بفرمایید تلاوت میکنین؟ بله. بسیار خوب، تلاوت کنین. از کجا؟ از کدام سوره؟ کدام سوره رو تلاوت میکنین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تلاوت کن میشنویم. بله لکن الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. بفرمایید ادامه بدین، تلاوت کنین، میشنوید. لکم دینکم ولی الدین.
جزاكم الله خير، تشکر از شما، ماشاءالله، تشکر. و تشکری میکنم از شما، ولی وقتی تماس میگیرید لطفاً صدای تلویزیون رو ببندین، چون صدا برای شما تاخیر میرسه و باعث برای میشه که شما صدا ما رو نشنوین و تاخیر صدا برای شما برسه. خب تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نام محمد از سعودی عربیه زنگزیر. ماشاءالله ماشاءالله محمد جان، چند هفته میشه که نبودی. بفرما، میخوای تلاوت بکنی؟ بله. بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعدك بالدين فلا فليس الله بأحكم الحاكمين. فليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. زيبا بود محمد جان، تشكر. جدا بزن مخلط الوات كنا. بسيار خوب بسيار خوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السماء آفرین آفرین، ماشاءالله زیبا بود، ماشاءالله. الو سلام علیکم. علیکم السلام. یاسمین جانی؟ ما یاسمین هستم. بله ماشاءالله، میخوای تلاوت بکنی؟ من میخوام سوره الحمدلله بخونم. بسیار خوب، تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدی صراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. صدق الله العظیم. آفرین آفرین، ماشاءالله یاسمین جان، آفرین آفرین. خب آخرین تماس را میشنویم، اگرچه تماس ها هم زیاد هست. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، تشکر، زنده باشین، سلامت باشین، بفرمایید. سلامت باشین. این که بچه داشت میخواست چند تا تلاوت کنن. بسیار خوب بسیار خوب، بدین که تلاوت بکنن. پشت خط باشیم یا همین لحظه میتونین بدین دست اینا، اشکال نداره، بفرمایید. به هر حال این کوچیک ها و اطفال که هستن بر سر ما حق دارن و اینها آینده ساز آینده هستن برای امت اسلامی. علیکم السلام. سلام خوبی؟ تشکر، تو خوبی؟ خامی خامی تیره بخون. بسیار خوب بخون. ألم ترى كيف فعل ربك من أصحاب الفيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خب
صدای تلویزیون را اگر ببندین، والدین گرامی اگر میشنوند صدای تلویزیون را ببندن تا ای که باعث مشوش نکنه ذهنیت او و باعث بر این نشه که صدا نشنوه. الحمد لله رب العالمين. تشکر، جزاکم الله خیر. تشکر، ماشاءالله ماشاءالله، زیبا بود. تشکر. خب آخرین تماس بود، دیگه تماس گرفته نمی توانیم، وقت ما به اتمام رسیده و تشکری می کنم از این کوچولوی عزیز. الله متعال سبحانه و تعالی برای پدر و مادرش خیر بده، که یعنی به تمام پدر و مادرها، والدین عزیزی که اطفال خود را این گونه تربیت می کنند و آنها را تشویق می کنند به سوی برنامه‌های قرآنی و به سوی قرآن عظیم الشان. البته خاطر نشان سازم که عصمت الله عزیز، کوچولوی عزیزی که از هرات تماس گرفته بودند، برای از اونها از طرف خانوادهشان جایزه ما خواستیم که بدن، نشه که باز در این مورد کوتاهی بکنند. به هر حال همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی زندگی همه من و شما را با قرآن بگرداند. اما قبل از این که از خدمت شما رخصت بشم، اجازه بدین که سوال خواهر گرامی را که سوال کردن جواب بدم. خواهر گرامی ما فرمودن که شما در یکی از برنامه ها گفتید ندا آ. بله درسته، وقتی که تنوین، وقتی ما خواسته باشیم اینجا استاد بکنیم، مثلا مثل ندا آ دیگه کلمات هم هست. مثلا ما میخوانیم ما ان مم ما، درسته؟ ولی وقتی خواسته باشیم که ما در اونجا استاد کنین ما ا ما ا، این تنوین را به الف تبدیل میکنین، تنوین را به الف تبدیل میکنین، یعنی ندا ا، مثل مثلا سمیعا علیما، علیما علیمنه، درسته؟ ولی ما میگین علیما و ندا ا و به این ترتیب. اما در این که یک آیه ما در آیه استاد میشیم، بعدش مثلا الذینه، خواهر گرامی ما گفتن ما چیکار بکنین، خب شروع میکنین مثلا یک آیه اولش، مثلا اول آیه ارتباط داره با اخیر آیه، ارتباط داره با آیت بعدی، و اول آیت بعدی الذینه داره. وقتی ما اونجا استاد شدین کلمه بعدی نمیگین که باز شروع بکنین الذینه، بگین الذینه، از اونجا شروع میکنین الذینه، و به این ترتیب خوانده میشه. این هم از سوال خواهر گرامی ما که امیدوارم انشاءالله که پاسخ گرفته باشن. و تشکری میکنم از تمام برادران و خواهران عزیز که تماس گرفتن و در برنامه شرکت کردن و از اول برنامه تا حالا ما را تحمل کردن، و از آقا احمد عزیز کارگردان گرامی هم تشکری میکنم، و از تمام برادرانی که در اتاق کنترل با ما همراه بودن. الله متعال به همه جزای خیر بده و این زحمت کشی را در میزان حسناتشان بگذاره. تا برنامه بعدی همه شما رو به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله.